درود و شامتان شاد. گفتگوی آخر خط را به گونه زنده از نور بیننده هستید. پابرجایی مازل هویت در شناسنامه ها و تصمیم تازه نماینده ها. آیا این بار هم شناسنامه های الکترونیک توزیع نخواهند شد؟ چگونگی درج هویت در شناسنامه های الکترونیک یک بار دیگر امروز سر و صداها در مجلس نمایندگان را به خودش اختصاص داد و بسیاری از نماینده ها در برابر تصمیم اخیر کمیته مختلط شورای ملی مبنی بر تایید فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی در پیوند به تعدیل ماده 6 قانون ثبت احوال نفوس ایستادند و با آن مخالفت کرده و غیر قانونیش خواندند. به دنبال رد فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی از سوی مجلس نمایندگان و تایید آن از سوی مجلس سنا، کمیته مختلطی از هر دو مجلس شکل گرفت که این کمیته با عدم حضور 4 نماینده از مجلس نمایندگان جلسه برگزار کرد و فرمان رئیس جمهور را تایید کرد. اما در حالی که بر مبنای فیصله کمیته مختلط ریاست جمهوری و همچنان اداره های مسئول هفته جاری را آغاز روند توزیع شناسنامه های الکترونیک اعلام کرده بودند و ابراز آمادگی همه جانبه کرده بودند، امروز شمار زیادی از نماینده ها با این مخالفت کردند و در برابر این تصمیم ایستادند و آن را غیر قانونی خواندند و حتی با جمع‌آوری بیش از 50 امضا از نمایندگان مخالف این فرمان خواستار اختصاص اجندای مشخص برای بحث روی این مسئله شدند و بسیاری از نماینده ها هم از ریاست جمهوری خواستند که از توزیع شناسنامه ها بر مبنای این قانون خودداری کند. من رشاد زریر هستم و این موضوع را با کایان دکتر زهیر سعادت نماینده مردم در مجلس و همچنان بشیر احمد بشرمل رئیس دبیرخانه حزب ملت متحد به بحث میگیرم. خیلی خوش آمدید. دکتر سب، چرا شما به جای هموار ساختن راه میت همواره در تأخیر کارها نقش بازی میکنید و سبب میشید که کار فراروی کار یک دیوار ایجاد شود؟ اصلا چرا نگذاشتید و یا نمیگذارید که شناسنامه های الکترونیک مردم افغانستان توزیع شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت بینندگان تلویزیون نور و میمون گرامی و همکاران تکنیکی شما. ما قبل از اینکه سوال شما را جواب بگویم، البته یک دو جمله را اضافه میکنم. او اینکه زمانی که یک قانون ساخته میشه، قانون باید تضمین کننده رفاه و آسایش مردم بوده باشه و برای مردم بیوز اختلاف و وحدت را به وجود بیاره. و دوم، وقتی قانون ساخته میشه، قانون باید قابل پذیرش به همه اتباع یک کشور بوده باشه. میدونم میشه که قانون یک بخش مردم قبول بکنه، یک قسمتی از مردم قبول کنه و یک بخش دیگه از مردم او را رد کنه. بنا به دلایل مختلفه. در رابطه با موضوع ثبت احوال، قانون ثبت احوال نفوس، شما میفهمین که همونطوری که هموطنان ما در جریان هستند، یعنی واقعا قانونی است که ما تفرقه، تبعیض و حتی نفرت را در یک سند رسمی درج میکنیم و در جیب مردم یا در دسترس مردم قرار میدیم. او است که از یک طرف، و موضوع دوم است که مردمی که در اینجا از گذشته های دیر به این طرف زندگی میکنند، دارای هویت هستند و دارای مثلا فرهنگ بودند، به شکل برادرگونه در این مدت ها زندگی کردند، ولی یک حلقه خاص میخواهد که هویت زدایی بکنه و مثلا بگن خب این چیزی که شما داری قابل قبول نیست، بیان بیوازش این را بپذیرید. حالا جناب وکیل صاحب، حالا براتون توضیح میدم. مثلا در قانون پیش بینی شده یا در این قانون آوردن که در سال 92 که قانون آوردن، یک قسمتش قابل نقد بود، موضوع قومیت نباید همین گنگ است، باید مشخص شد. متاسفانه او گفتن خب یه قابل حل است. حالا آمدن یک قوم به 13 پارچه تقسیم کردین که مثلا به قومای خرد کوچکی که خب و خودشان هم نمیفهمند که کماکان راه برون رفت قلم داد شد. وقتی تنها واژه افغان را درج کردند، بسیاری از شما نماینده ها مخالفت کردید. حالا آمدن گفتن در کنار واژه افغان، هویت یا ملیت و قومیت هر شهروند را هم درج میکنند.
قوم قرار نیست که شما یک قوم بیان به آن چیزی که برداشت یک تعداد گروه یک تعداد افراد خاصی است به اساس از او را تقسیم یعنی بندی بکنید. مرادتون از اینجا چی است؟ به طور مثال ما مثلا آمدین بر قوم تاجیک یک قوم پیدا کردین به نام قوم کوهستانی، یعنی اصلا وجود خارجی نداره این قوم. آمدین مثلا قوم شغنانی، آمدین قوم پامیری، آمدین قوم‌های مختلفه از پیش خود. درست است اینا شاید لهجه شغنانی وجود داشته باشه، شاید لهجه پامیری وجود داشته باشه، شاید کدام لهجه کوهستانی وجود داشته باشه، اما بنون قوم یعنی نیست. یعنی این که یک قوم مثلا شما گفتید قوم تاجیک به چندین قوم تقسیم شوه، هدف پشت سر چی هست؟ هدف تنها تاجیک نیست، قوم‌های هزاره را هزاره آمدین به نو قوم تقسیم کردین، از قوم‌های ازبک آمدین به پنج قوم تقسیم کردین، اما برادرای پشتون و آمدن فقط یک. در صورتی که تعدد اقوام در ملیت پشتون ما به مراتب بیشتر است نسبت به دیگر اقوام ها، یک مازل شد. پس اینجا پشت سرش میتونه سناریوی اقلیت و اکثریت مطرح باشه؟ سناریوی اقلیت و اکثریت مطرح است، یک. سناریوی ایجاد اختلاف در بین قوم های با هم برادری که سالها زندگی میکردن زیر یک در یک محیط در یک اصلا نمیفهمیدن که این قوم و با او قوم آلی آمدن این را طور دیزاین و طراحی کردن که حتی در یک ولایت چندین قوم با هم در تقابل باشه. با باور شما این گونه نمیشد و فقط افغان با عنوان هویت همگانی شهروندان قلم داد میشد. اصل گپ اونجا را مطرح میکردن و هدف این بود که این کار را انجام بتن و همچنان هویت افغانیت آلی وقتی که مردم ما معترض است و میگن که اینمی هویت ارتباط میگیره به یک قوم خاص، بیوز از اینکه حکومت بیا پافشاری بکنه، فرمان تقنینی بتر، نمیفهمم از جهت های مختلف فشار وارد بکنه که درج از این قانون باید شوه و به تصویبم باید برسه، بیوز از او بیان ضرورت به می واجه اصلا نیست. این جایگاهش در چون آیدی کارت مصرف داخلی داره، مصرف بیرونی نداره، اما در پاسپورت شما عملا میبینید که درج است در او هیچ کدام مزلی نیست، اما در مصرف داخلی اگر شما میبینید یک واجه را بسیار سرش پافشاری میکنید خواهد می هدف شوم دارین که کار میکنید. تشکر برمیگردم به شما آقای بشرمل. پشتونای افغانستان واقعا در پی چی هستند آنگونه که وکیل صاحب مطرح میکنه؟ اول میان خودشان را یک قوم و بعد بقیه اقوام را به چندین قوم تقسیم میکنند و دیگر هم به زمین ها به واژه‌ای که نیاز نیست پافشاری میکنند. حتما شما هم تایید میکنید پشت سرش سناریوی مطرح کردن اقلیت و اکثریت مطرح است؟ سلام بر شما و به جناب وکیل صاحب و ببیننده های تلویزیون نور و یک پیام تسلیت به شهدای حادثه دیروز و همچنان به شهدا بهشت برین، به خانواده هایشان هم تسلیت و به زخمی ها هم شفای عاجل خواهانیم. در اصل در کل که مشکلی که در اینجا چالشی که یک سال در تذکیره های الکترونیکی مطرح است که عبارت از هویت افغان است و قومیت است و اسلامیت است، در کل جناب وکیل صاحب هم هستند که بعد از اینکه پارلمان رد میکنه که ذکر هویت افغان را و مجلس سنا هم تایید میکنه و در نهایت باعث از این میشن که یا بیاین یک کمیسیون را تشکیل بدن، کمیسیون مختلط تا این مسئله را حل بسازن و بعد از فیصله کمیسیون که میخواین هویت افغان را همراه قومیت ذکر کنن. اما در کل چیزی را که وکیل صاحب اشاره میکنه نمیدونم که چقدر این مسئله جدی است که باید اقوام را تقسیم کنند. در کل اقوام به افغانستان به نام های مختلفی هستند، مثلا در پشتون اگر ما بیایم دورانی است، احمدزی است، پوپلزی است، مومند است و غیره، اما اینا اشاره کردن که چنان نیست، پشتون یک نام داره در ایشان اما در داخل یعنی به شکل قبیله بودن. خب و همچنان هر اقوامی که در افغانستان بودن یعنی قوم پشتون است و دیگه قوم تاجیک است، هزاره است، ازبیک است، به اینمی شکل باز ای اقوام به قبیله های مختلف در طول تاریخ بودن. مثلا در ازبک ما قرلق هم داریم، در هزاره ها هم کسانی آمدند از پارچگی های در درون تاجیک هزاره ها بقیه نام بردند. برای ما اول این مطرح است که ما کلگی ما یک افغان باشیم، برای ما اینمی کافی است. دیگه ذکر پشتون و تاجک و ازبک هزاره دیگه باید مطرح نباشه، یک هویت ملی باشه. هر آن چیزی که در قانون اگر تاجیک است، اگر هزاره است، هر چی است افغان باشه. بله او قوم است، اما که بازم میان یک ذره پا فراتر میگذارن که به اقوام تقسیم میکنن،
کافی است که پشتون و تاجک و ازبک و هزاره باشه. از این بیشتر ما نمیخوایم. از این بیشتر وکیل صاحب انتقاد در باشه. شما هم است چون تاکید و پافشاری برای درج وجه افغان. در کل ما یک چیزی را که ما خبر شدیم در اواخر تعداد آمدن یک پروژه را به خاطر تفریق افغانی در افغانستان همین تعدادی که وکیل صاحب میگه همین تعداد را نمیفهم که در پشت از یک تعداد را که برای ما آمده آیا وکیل صاحب هم معتقد به اوست که مو افرادی هست تنها ما نمی سر قوم تاجک نمیم که قوم تاجک تقسیم میکنن. در کل میخواین که یک تفریق افغانی را در میان تمام اقوام به شمول پشتون باید بیاندازن. برنامه‌شون چیه و این برنامه طالبی که امروز جریان داره میخواین این را ختم کنن و پروژه جدیدی که آمدن تفریق افغانی میان اقوام است میخواین این را پیاده بسازن و این را دامن بزنن که هرگز نمونهش کجاست؟ چی نمونه وجود داره؟ اما مخالفت با افغانیت؟ تنها مخالفت با افغانیت نیست، یک مسئله است که امروز حل شد هست؟ مسئله افغان دیگر حل شده، مسئله هویت ملی دیگر حل شده پیش کمیسیون و قانونی که باید به اینا کاری کمیسیون مخالف با اون مخالفت کردن کاری کمیسیون خلاف قانون کردن کار این یک مرحله قانونی تصویب قانونی است چه قانون در کشور است زمانی که اگر دو مجلس با تایید یا برای یک قانون یکی از ماده های قانون توافق میکنه او تصویب شده است اگر این میره به بنبست یک کمیسیون تایید یک مجلس تایید و مجلس دیگر رد میکنه باز ایجا مجبور میشن که از هر دو کمیسیون یک مجلس را بسازن یک کمیسیون تشکیل بدن و هر آن چیزی که کمیسیون فیصله میکنه او تایید شده است و او قانون تصویب شده است امروز این قانون ماده ششمش که به بنبست رفته بود امروز این حل شده است اما این چیزی را که امروز میاین در مجلس نمایندگان 50 نماینده مخالفت کرد با همه کاری که میکرد 4 نماینده مجلس حضور نداشته عملا اما چرا حضور نداشت ولی دلیل همین است که باید این نماینده ها اون نماینده ها را متهم بر وقت کمیسیون وقت کمیسیون تعیین شده بود مدتش تعیین شده بود یعنی زمان کمیسیون برگزار میشه اعضای کمیسیون تایید شده بود یکی نماینده پارلمان حاضر نمیشه 4 وکیل حاضر نمیشه اون مشکل خود وکیل است و پرسیده شو از وکیل که جناب وکیل صاحب شما که عضو کمیسیون بودن چرا حاضر نشدید و این پاسخ باید خود وکیل باشه برخی متهمشون میکنن که از ارگ با ارگ معامله کردن با این دلیل شاید حضور نیافتن من فکر نکنم که معامله کرده باشه اول دکتر صاحب سجادی که از جمله استادای ما از خارج از کشور به سر میبرن و مشکلی که داشتن رفتن بیرون از کشور و این مسئله که وکیل زمانی که نماینده مردم میایه به سر ملت خود با معامله میکنه این مشکل وکیل است دیگه این را باز ما نیاریم سر کمیسیون کلی بار بیاندازیم خیلی کوتاه اگر اونا مشکلی داشتن به هر دلیلی حضور نیافتند 4 نفر بودند تصمیم رو کمیته مختلط گرفت به نظر شما درست تصمیم هست درست است پس اینا چرا مخالفت میکنن اون مخالفت میکنه و دیدگاه شخصی جناب وکیل صاحب است و وکلایی که مخالفت کردن بس ملت است بس ملت اگر ما چرا این دیدگاه شخصی اگر نادرست اگر است چرا اگر ما این را بگم که اصلا نیازی نبود که این مسئله به پارلمان گذاشته شوه چرا که این در قانون اساسی ذکر افغان و کلمه افغان منحیث هویت ملی تمام اقوام در افغانستان شناخته شده تشکر پیشنهاد برمیگردم جناب وکیل صاحب اول از آخر بحث این آغاز میکنم افغان به عنوان هویت همگانی شهروندان افغانستان در قانون اساسی تان درج است و بعدش هم قانون راه‌ها و مجاری را ایجاد کرده که یکی از اون مجاری هم کاری است که شده تا کمیته مختلط شما چرا مخالفت میکنین با اینا آیا شما با واژه افغان مشکل دارید و یا آیا شما با تقسیم قوم و قبایل در درون خودش مشکل دارید و اگر دارید این مشکل تنها شماست یا تنها جمعی از نماینده هاست یا همه مردم افغانستان ما اول اشاره به موضوع قانونی بودن از این موضوعات میکنم باز در آخر درست بفرمایید چیز خدمتتون عرض میکنم در رابطه با موضوع قانونیت همین پروسه در قدم نخست باید را بگویم که حداقل کسایی که از دوستانی که از طریق میدیا میشنون یا میبینن افغانستان حداقل آگاهی پیدا بکنن فرمان تقنینی رئیس جمهور خلاف قانون اساسی در این موضوع صادر شد رئیس جمهور میتواند در زمانی که شورا بر رخصتی بوده باشه فرمان تقنینی صادر بکنه نه و در یک و در جاهایی که قانون وجود نداشته باشه فرمان تقنین صادر بکنه پس یعنی از آغاز صدور خلاف قانون بود به مو دلیل ردش کردین شما به مو دلیل رد شد رئیس جمهور میتونست که تعدیل پیشنهاد بکنه در قانونی که مصوبه شده بود و به توشیح رئیس جمهور رسیده بود در سال 90
4 او را میتونست تعدیل بکنه. یعنی پس بینیم اینجا با آشه نمیریم، از 8 نماینده که شما معرفی کردین 4 نماینده سرزمو 4 نماینده دیگه چرا تاییدش کردن؟ از اول اصل فرمان تقنینی در رابطه بینمی قانون تذکر الکترونیک خلاف قانون اساسی بود، یک. دو، زمانی که توسط مجلس نمایندگان رد شد و توسط مشران جرگه تایید شد و ایجاب کمیته مختلط را میکرد، در ماده صدم قانون اساسی اونجا واضح گفته شده که هرگاه مصوبه از طرف یک مجلس رد و به تایید مجلس بعدی برسد، به تعداد اعضای مساوی در حل معضله اشتراک می نمایند. یعنی تعداد اعضا از هر دو طرف هشت نفر چون در این مورد 8 نفری بوده، 8 نفر باید حاضر باشند. اما 4 تا حاضری شرط نیست، معرفی نام شرط نیست. اینا حالا 4 نفری که حضور پیدا نکرده بودند به دلایل مختلف، فرزند یکی در سفر بوده، بس 3 نفر دیگه هستن کسی ارتباط نگرفته یا آگاهی نداشتین، خب دلایل مختلفی وجود داشته که اینا حضور پیدا نکردن. اما 4 تا دیگه اش رای تایید داد، چرا؟ خب چون قانون اساسی صراحتا گفته شده به تعداد مساوی در اونجا باید اشتراک بکنن. اگر یک طرف تعدادش زیادتر می باشه نسبت به طرف دیگه، اصلا فیصله ای که در چنین کمیته مختلط به اجرا می آید فیصله قابل قبول و قانونی نیست. در کمیته مختلط در اونجا موضوع رای گیری رای اکثریت رای اقلیت هم نیست. در اونجا واضح گفته شده که بر حل کمیته مختلط بر مشکلی که بین دو مجلس به وجود آمده تفاهم می نمایند، یعنی توافق می کنند. اونجا مسئله رای گیری قطعا نیست. در بعدش هم ایده تذکر داده، هرگاه در این کمیته به تفاهم نرسند، یعنی چون به تفاهم نرسند موضوع دوباره به ولسی جرگه ارجاع می گردد و ولسی جرگه می تواند به 2 سال صورت تایید بکنند. اما به تفاهم رسیدند؟ نرسیدند. اونجا یه دوستای ما موضوع رای گیری را می گند. اونجا مثلا موضوع رای گیری وجود ندارد. اصلا اونجا نباید رای گیری صورت بگیرد. یعنی تفاهم به ایمانو گفتگو بکنن، توافق کنن که بله گپ درست است. ده ها مورد قانونی وجود داره که جلسه مشترک با هم تفاهم نکردین، رد شده پس دوباره یا همتو لاین حل باقی مانده یا دوباره آمده در مجلس نمایندگان. یعنی اگر در میانی والا 8 8 شد، در میانی 16 نفر یک نفر مخالف می بود، اون نتیجه درست نبود؟ بستگی داشت که دمونجا آیا امور بنان تفاهم اعلان میکردن با اختلافی. اگر اختلافی اعلان میکردن خب امی در دلتوا باقی میمان تا لایی که با 2 سلسه ولسی جرگه و به تایید میرسید. در غیر از او با همونطور لاین حل اختلافی باقی درست میمان. فرض بکنیم که 4 عضوی که حضور نداشته حضور میداشت، ولی اینا 4 عضو بودن، فکر نمی کنید که 12 عضو دیگه واقعا به تفاهم میرسیدند؟ خب اون مسائل ما سر فرضیش گپ نمیزنیم، ما سر مسائل قانونیش گپ میزنیم که اینا باید حضور پیدا میکردن. ما نمیگیم که اینا کار خوبی کردن، کار خوب نکردن، اینا باید حضور پیدا میکردن. هر نوع مشکلی که داشتن، چون اونجا به نمایندگی از مردم اومدن، کار شخصی خود کنار میگذاشتن، میومدن اونجا با اونا با تیم و مشران جرگه در تفاهم میگن. و یک موضوع قانونی دیگر خدمتتون عرض کنم که او را مدقل براتون باشه، یعنی از نظر قانونگذاری و از نظر مشروعیت شما میفهمید که یک سلسی از مشران و جرگه اصلا حضور ندارن. بله بله نماینده بله، 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 مجلس سنای مشکل را داره خلای قانونی را. بله یک. دوم، امی کسایی که به شکل انتصابی آمدن تعدادی هم وقتشون سپری شده. آها. اوجه خود قانون در یعنی سلسی دوم هم در حال انقضا است. انقضا است. یک سلس آخری که از طریق شورای ولایتی با آرای مردم میآیند، چون انتخابات دایر نشده مجبورن اینا ادامه بدن. یعنی از نظر مشروعیت اصلا نباید مجلس سنا نباید هیچ قانون پاس شوه. بازم اگر پاس میشه مجلس سنا او صلاحیت او صلاحیتی را که در قانون برش خیلی کوتاه، مجلس نمایندگان که خود حالا با تفسیر ماده 83 قانون اساسی به ادامه دادید کارتان را و قانونی تر از مجلس سنا قلمداد میشید، دست کم با خلاهای اونا مواجه نیستید، تصمیمی را که شما میگیرید اول چرا اونا او تصمیم را با او مخالفت میکنن و بعد چرا او تصمیم تایید میشه؟ شما مرا نمونده که من گپ ختم میکنم. وقتی که یک سلس وجود نداره چون بارای مردم میاد، یک سلس هم که بارای مردم اومده حضور داره و یک سلس هم که انتصابی توسط مقامات عالی کشور انتخاب میشوند، تا
طبعا باید اینا از فرمایشات مقامات بالی بالا پیروی بکنند. مگر شما بیاد ندارید که شیرمحمد آخوندزاده یک بار اظهار نظر کرد، گفت که لوی جرگه عنعنوی باید دایر شود، اما عضویتش از مسلمان جرگه سلب کردن صرف به خاطر از یک اظهار نظر برالای نظام هم نبود. اما پس یک بقیه هم نگرانند. بله، کسایی که به شکل انتصابی آمدن بارها برشون تماس گرفته شده، فرزند نه تنها در این مورد، در موارد دیگر گفتین که ما خلاف اراده ریاست جمهوری نه کارت بالا کرده میتوانیم نه اظهار نظر کرده میتوانیم. در حقیقت اونا نمیشه که بگفت اونا نماینده مردم هستن، چون اونا نماینده یک جریان خاص. خیلی ممنون آقای بشرمل، واضح شد به شما. وکیل صاحب خیلی به نگاه رزنگرانه قانونی کردن. در کل اگر مسئله تفاهم بگویی، گفتن نتیجه در کل تفاهم صورت گرفت. نتیجه که میسون تفاهم است، اما نتیجه افرادی که به زعم اینها تحت دستور ارگن، اگر مسئله از این را بگی که اعضای سنا غیر قانونی هستند، ما اگر در کل در سر بس غیر قانونی بودن با صحبت کنم، ارگ ریاست جمهوری غیر قانونی است، جناب وکیل صاحب 7 سال میشه، 2 سالش غیر قانونی است، انتخابی نه بلکه انتصابی است جناب وکیل صاحب. دیگه همچنان سنای ما مشکل داره، کل چیز در کل اگر این رقم بگیم بیایم اصلا دیگه ما بالای گپ سنا، اگر شما جناب وکیل صاحب باور نداره و سایر وکلا باور ندارن بالای سنا، پس سنا اجازه هم پاسخی همین جای شما را بتن اجازه بتن یک اجازه بتن، اگر یا بالای سنا باور ندارن و سنا هم بالای از یا باور نداره، در کل باز ارگ ریاست جمهوری سر هر دو مجلس باور نداره، در کل از کل نظام دیکتاتوری است دیگه. چرا فرمانا را خود رئیس جمهور باز با فرمان از رو زیر نقد بگیره؟ فقط اجازه بتین وکیل صاحب، شما من انتصاب هستین به زمین اینا، پاسخ شما بتین. خدمت دوست ما بگیم که در این شکی نیست که انتخابات ولسی جرگه باید دایر میشد، مردم از طریق آرای چی میومد، اما در قانون اساسی اگر مادهش شما ببینید دو بند داره. یک بندش است که در سال پنجم انتخابات داره میشه و در سال پنجم بعد از یک انتخابات وظایف از این وکلا محول میشه به کسایی که جدیدن راه پیدا میکنن. این من مزل قانونیش خود سر زیاد بحث شده دو سال گذشته. هدف ما از این بود که وقتی که ما میگم مشروعیت قانونی چی سنا و افرادش نداره، به این معنی است که اونا اونجا نشستن هر آنچه را که ارگ برشون بگه خود به زبانشان میگن که ما خلاف اراده ارگ اظهار نظر کرده نمیتونیم. وقتی یک آدم سناتور باشه باید به اساس واقعیت های جامعه، به اساس اصول و پرنسیپ قانونگذاری اظهار نظر بکنه، نه به این فرمایشات کسی. تشکر. خب در کل 4 نفر وکیلی که نامدن، شما گفتین قبلا هم اشاره کردین که وکلای پارلمان معامله کردن با ارگ، زمانی که مسئله معامله باشن مجلسان در هر کار حاضر هستن به معامله دست بزنن و در این شکل نیست، بارها معامله کردن. حتی اینا معامله میکنن جناب ما ایت اتهام مستقیم بالای وکیل صاحب یا کدام وکیلی مشخص نمیکنیم، مجلس اما در مجلس اینها، اما در کل مجلس مشکل داره، ایره خود وکیل صاحب تایید میکنه و حتی رهبر خودم جناب ایوبی صاحب بارها از فساد داخلی پارلمان شکایت کردن. از این ما چین این کار کرده نمیتونیم، یعنی ما در کل باز نمیتونیم که سر یک وکیل یا سر دو وکیل صاحب که باز بین مستقیم باز واره بگیم که شما این کار در بحث تحقیق در کل در کل اگر ما از اگر ما بگویم که اگر مجلسین و کمیته اعضای کمیته را بگویم که یک قسمتش قانونی بوده دیگه قسمتش غیر قانونی بوده، در کل غیر قانونی است و در کل مدتشان سپری شده، وقتشان گذشته. حتی گفتم که خود رئیس جمهور اگر بررسی کنی طبق قانون اساسی نیست، یک حکومت توافقی است دیگه، اما با اینمی مشکلاتی که در داخل افغانستان است، با اینمی کمیسیونایی که اگر قانونی است یا غیر قانونی است امروز اینمی مسئولیت به دوش گرفتن و پیش میبرن، اینمی به تفاهم رسیدن، کمیته مسئله را اعلان کردن، نتیجه نهایی را اعلان کردن و توضیح هم دینمی هفته جاری از طرف رئیس جمهور مدتش اعلان خواهد شد و پروسه هم به کار خود ادامه میتنه. تشکر وکیل صاحب. خیلی پس توضیح خواهد شد شناسنامه، مخالفت های شما به جای ره نخواهد برد؟ مخالفت های ما یک مخالفت نیست که سلیقه‌ای بوده باشه، مخالفتی است که به اساس خاص مردم و ملت ماست، مخالفتی است که اینجا بس قانون یا بس خاص مردم. خب کدامش؟ قانون تو به کی میسازی؟ برای مردم. بله، برای همین مردم حاضر نیستن قانونی که هویت زیر سوال بره، قانونی که همین مردم را به 30 پارچه کرده باشه، همین مردم را
مثلا پارچه پارچه ساخته باشه. شما میگم ما اونجا نشستیم قانون به تصویب برسه، اینا اشاره کردن که اگر بحث قانونی باشه هر دو مجلس مشکل قانونی داره، و اگر بحث مصلحت باشه هم هر دو مجلس، و اگر بحث تاثیرپذیری از ارگ هم باشه، اینا اشاره کردن که اگر اعضای مجلس سنا حرف شنوای ارگ باشن شما هم هستید. پس مردم کجا هست اینجا؟ ببینید کسانی که از ارگ حرف شنوی دارن در هر دو مجلس ما رو رد نمیکنم، و کسایی هستند که واقعا فقط لابد هر حرفی را که از اونجا برشون دستور داده میشه امرو میگن، اما به این معنی نیست که تمام مند کسانی که در اونجا نشستن یا حتی اکثرندشان حرف شنویستن، یک تعداد محدودی است بنابرای دلایل مختلفه به منافع مختلفی حرف شنویستن. ببینید شما، ما اول خدمت رو کردیم، ما قانون برای کی میسازیم؟ برای مردم. درست؟ بله. امی مردمی که در رابطه به تصویب از قانون هزار سوال داره. چی سوال مثلا؟ خب موکلین شما چی سوال داره؟ موکلین ما یک سوال دارن که می هویت ما زیر سوال رفته، ما چطور میتونیم این قانون را بپذیریم و حاضر باشیم به گرفتن و به تطبیق و به قبول کردن قانون؟ در کجای کار زیر سوال رفته؟ دو. در پارچه شدن در قومیت و یا بر هویت همگانی افغان؟ بر هویت همگانی افغان. دو، موضوع پارچه شدن مثلا یک ملیت، قبلا یک مثلا دیگه بود ملیت تاجیک، درست است؟ اما این آمدن به قوم های پارچه پارچه، اینا اشاره کردن که در قوم پشتون هم داریم. خب ای کاش که در قوم پشتون هم ذکر میشد، قوم غلجایی، قوم درانی، قوم صافی، قوم احمدزای، قوم مموزای، قوم اچکزای، قوم سلیمانخیل، قوم دیگه اینمی رقم چقدر و غیره. اگر ای گپ میشد خب باز مشکلی نبود، حداقل خب آدم میفهمید که توازن قومی بر کل یکسان شده. پس اما یک قوم شدن به شما مطرح نبوده؟ بگذارین اگر پشتون مطرح اینجا پارچه میشد اون وقت مطرح نبود مثلا؟ مطرح هست. امیرم که مطرح نکردن به اساس یک برنامه و دسیسه سی کار انجام دادید، به هیچ وجه حلقات خاصی که این دسایر طراحی می این دسایر می سازن حاضر نیستن که به قوم خود امو تایتل های دیگر هم اضافه کنن. بگرد بیخن. یکی از اعضای مجلس نمایندگان به زمین رهبرشان آقای ایوبی است. آقای ایوبی را ما بارها دیدیم که با واژه افغان موافقت داشتن و با این تصمیم موافقت داشتن، اونا هم پس بخشی از اون حلقات است که میخوان مردم افغانستان آسیب ببینه؟ شما اتو کنین که کسانی که در اونجا به دفاع یا بر ضد واژه افغان و یا تقسیم اقوام صدا بلند میکنن سناریو ساز اصلی اینا نیستن، مهرستن. اینا کسایی است سناریو را و طراحی را مهندسی را کسای دیگری میکنن که اینمی اختلافات هم میارن در بین از اینا میندازن، کسانی که میخوان میارن در بین خانه ملت میندازن. در صورتی که شما ببینین یک چیز دیگه من خدمتتون عرض میکنم، در مگم امی مردم افغانستان قبل از این قانون بدون شناسنامه زندگی میکردن؟ مگم شناسنامه وجود نداشت؟ اما افغان چرا دو زمان نبود؟ نبود افغان در امی قانون اساسی اخیرتان میگم 15 سال اخیر قانون اساسی افغان او را برش گفته شده به هر یکی از ادبای از این کشور کلمه افغان خطاب میگردن. درست. اما تذکره الکترونیک تو خود مصرف داخلی داری، چه ضرورتی است که تو در این پافشاری میکنی؟ به اساس پافشاری غیر از اون شما افغانیتتان قبول دارید؟ ببینید امی واجه را که در موجه در کردن در اون زمان هم صدا بلند شده بود که شما بین وقتی که کلمه افغان را درج میکنین یا این نسبتی را به این اضافه بکنین، نوشته کنین افغان ستانی. درست. افغان ستانی یا این نسبتی که دلالت به این بکنه که تو مربوط به این کشور هستی. متاسفانه در اون زمان هم دست برد کردن. مگم قانون اساسی را شما خبر ند چند بار برش نوشته کردن که وقتی که آنچه که مصوبه جرگه بود به دفتر رئیس جمهور کرزی رفت، بعد از اینکه دوباره به توشیه رسید چندین موارد در اونجا جل شده بود. تشکر. من جمله شاید احتمالا یک شمی بود. خیلی سپاس آقای بشرمل. قانون اساسی که شما تاکید میکنید موادی از جمله در جواجه افغان یا افغان و عنوانت هویتی همگانی که شما بالاش تاکید دارید ای جعلی است؟ یک. دوم، کسانی که مثل شما و رهبر حزبتان میگه ما افغان هستیم یا تاکید میکنه بر افغان بودن یا تاکید میکنه بر شناسنامه با این ویژگی های کنونی و پارچه شدن اقوام، اینا حتی خودشون نمیدونن و مهره کسانی هستن. شما مهرگان کی هستید؟ ما با سه بخش از سوالاتون اشاره میکنم. یک، ما به هیچ وجه
موافق به این هستم که قوم تاجک به چندین بخش تقسیم کنه. امرای وکیل صاحب موافق هستم. درست. هیچ گاه نمیخوایم که پشتون به چندین بخش تقسیم شوه. هیچ گاه نمیخوایم که هزاره به چندین بخش تقسیم شوه و هیچ گاه نمیخوایم که ازبک به چند بخش تقسیم شوه. چی میخوای؟ در کل یا اقوام هستند در افغانستان، پشتون یک قوم است، تاجک یک قوم است، ازبک یک قوم است، هزاره یک قوم است، ایماق نورستانی پشه ای و غیره. درست. باید هر گام مسئله اگر قوم ذکر میکنه همه اینها افغان اشاره بگذارید، اگر مسئله قوم ذکر میکنن تاجک یک قوم، پشتون دیگه قوم، ازبک دیگه قوم، به این شکل ای را پارچه نسازن. و ما امرای وکیل سب به این مسئله موافق هستم که باید ذکر نشه و حزب ملت متحد افغانستان موافق است. بخش دومی که آمدین، بخش مسئله که یک سوال از وکیل صاحب دارم که دیجا گپ از ملت گفت، منظورش ملت کی است؟ پاسخ بدین. کدام سوال؟ شما گفتین که ملت ما نمیخوایم، منظور از ملت کی است دیجا که شما یاد کردین؟ گفتین که قانون بر مردم ساخته میشه. بله. و مردمی که برش ملت خطاب میشه به این شکی نیست که یک تعداد قبول داره. بله. اما یک تعدادی هم قبول نداره، از نظر قانونی تو نمیتونی او را در نظر نگیری، چون خب تو قبول نداری، نداشته باش، ما کار خود انجام میدیم. بله. آره آمنیم سوال که منظورشان ایجا ملت از تمام اقوام افغانستان بود. بله. پس در اینجا یک توده کوچک هستن که کلمه افغان قبول ندارن، من حیثو در کل تمام اقوام میپذیرن، بلوچ میپذیره، ازبک میپذیره، هزاره میپذیره، پشتون میپذیره، اکثریت ازیامه یک تعداد هستن که این پروژه را آوردن تطبیق ساختن نمیپذیرن. و مسئله ازی که حزب ملت متحد افغانستان چرا را میپذیره و جناب رهبر ما مسئله هویت در قانون اساسی در اوج ذکر شده، پشتون، از ازبک، هزاره، تاجک، تمام اقوام نامای ذکر شده و در کل هویت از یارا آوردن افغان. خب حزب ملت متحد افغانستان با احترام به قانون اساسی، اما قانون اساسی مادهش گفتن که جعل شده. در اوج میم به اون مثلا باز اشاره میکنم، در کل هویت تمام اقوامی که در قانون ذکر شده آمدن هویت ملیشان را کلمه افغان ذکر کرده و حزب ملت متحد افغانستان احترام به قانون اساسی هویت افغان را میپذیریم. و هرگاهی که این مسئله اگر یک روز جرگه خواسته شد، جرگه تعدیل قانون اساسی، باید یک چیزی دیگر را آوردن منحیث هویت افغان، باز ما به قانون اساسی باز هم احترام میگذاریم چیزی که فیصله شد. و آمدیم مسئله جعل که ما در برنامه قبلی هم گفتم براتان. ببینین در جرگه ای که قانون اساسی ما تصویب میشد در اوجه تمام بزرگان اقوام بودن با شمول ظاهرشاه شاه قبلی افغانستان حضور داشتن در جرگه. ببینین از قوم تاجک جناب قانونی صاحب بود، جناب استاد گرامی استاد برهان الدین ربانی بود، جناب مارشال صاحب کشور بود، جناب دکتر صاحب عبدالله بود، تمامی بزرگا بودن. از جناب خلیلی صاحب بود، جناب محقق صاحب بود، جناب مجددی صاحب بود، استاد سیاف بود که عضو جمعیت بود. اجازه بده اینا عجل هدفشون دیگه ببین. ببین اینا میگن از مجلس برآمد رفت به میز آقای کازی جان، چون این اجازه بده در کل یا بزرگای بودن که قانون اساسی را تصویب کردن و رئیس جمهور حکومت موقت ایره هم توشیه کرد که جناب کرزی صاحب بود این قانون را توشیه کرد و منحیث قانون اساسی افغانستان پذیرفته شد. ببینین اگر ده ماده قانون اساسی یا آمدن جعل کردن و آمدن در جعل قانون اساسی این بزرگا سکوت کردن، پس در این میز اقرار کنن که یا بر سر ملت معامله کردن، بر سر هویت ملت معامله کردن. اگر سکوت از یارا به معنای معامله نمیپذیرن و میگین که این بزرگا ای را پذیرفتن و یا معامله نکردن، پس بپذیرن که این بزرگان من حیث هویت ملی تمام اقوام کلمه افغان را پذیرفتن. خیلی ممنون جناب وکیل صاحب. اول کسانی یا حلقه خیلی کوچک مخالفن با وجه افغان، نه بیشتر، و این حلقه بخشی از پروژه است که اینا اشاره میکنن که از بیرون آمده این پروژه. دومم در قانون اساسی جعلی در کار نبوده، اگر در کار بوده چرا مثلا بزرگای شما گواه بودن و سکوت کردند؟ ببینید در قدم اول این حلقه کوچکی نیست که مخالف به این باشه، رد فرمان رئیس جمهور باید به دوست ما نشان داده باشه که وقتی که فرمان رئیس جمهور رد شد با 35 رای تایید و 82 رای رد، این بیانگر عزیز که امو مردمی که در اونجا کارتش سرخ بود
نمایندگی از یک توده از یک مردم میکردن و این بیانگر عزیز یک دوم در رابطه با این که جل صورت گرفت بزرگان خاموش ماندن ببینید بسیار موارد در شروع حکومت در شروع همی دهه اخیر که تحولی که با وجود آمد در بسیار موارد دوستا چشم پوشی کردن از بن به این طرف به خاطر از این که در بین اقوام یک تفاهم چون یک جنگ داخلی را ما سپری کرده بودیم میگفتن خب اگر مثلا یک تفاهم به یک حسن نیت هر گام را برداشتن اما حلقات خاصی در او طرف بود امی حسن نیت دیگرها را غفلت تلقی کردن حسن نیت دیگرها را نمیفهم هر چی که تلقی کردن هر کاری کردن اما آگاهانه ای کار کردن حتی جای به جای کردن واژه افغان حتی جای به جای کردن نام اقوام در مثلا نمو قانون اساسی مال یک سوال دیگه ای را دارم که اگر این دوستا این قدر وحدت اقوام میخواهند این قدر میخواهند که واقعا این وطن مثلا اقوام مختلف تجزیه نشه بالاخره متحد باشه مردم افغانستان بله چرا در سرود ملی به هیچ زبان دیگر اجازه داده نمیشه اما تنها با گرفتن یک نام از او چیز سرود ملی به پایان میرسه اگر تفاهم باشه اگر مثلا همدیگر پذیری باشه اگر بعض آینده نگری باشه حداقل بیاین چیزایی که واقعیت اونا رو بپذیرن با فشار با ای که مثلا یک کلمه رو به شکل تکنیکی بر جای به جای بکو باز موضوع وحدت ملی رو در نظر بگی اگر کسی مخالف از او صدا بلند کرد بگویی چون وحدت ملی نمیخواه این گپا ما فکر میکنم ولی مردم برمیگردم آقای بشار مل هر دو پاسختان را دادن امیدوارم قناعت کرده باشین اولین که بزرگان حالا مصلحت کردن و دوم این که واژه افغان را اگر همه مردم افغانستان رد نمی کرد چرا 83 نماینده ردش کرد و فقط 35 نماینده تایید و این 83 از 83 نماینده ای که مخالف واژه افغان بود از مردم افغانستان نمایندگی میکرد شما گفتید یک حلقه کوچک در کل ما یار نماینده مردم افغانستان گفتن نمیتونم به اساس قانون پس این 83 نفر یا انتصابیستان هرگاه که وکلای جدید آمد ما او را انتخابی میگم یک و مسئله مصلحت اگر در اینجا مطرح بوده و فکر نکنم که در مسئله مصلحت یکی دو نفر مخالف نداشته باشه حداقل در اینقدر بزرگان در اینقدر جوانان در اینقدر اعضای این که نمونه‌ای که دادن موجه است مثلا چرا سرود ملی گفتن به زبان پشتوز بعد دیگه زبان ببین ما یک چیز بگم برات خی در کل اگر ما بیایم سرود ملی را ازبک و تاجیک و هزاره و بلوچ به زبان پشتو نپذیرند و پشتون به زبان سایر اقوام نپذیره و سایر اقوام باز به زبان ازبکی نپذیرن به زبان بلوچی نپذیرن پشین ما کدام زبان میپذیریم ولی مسئله ای است ببینید یک مسئله کوتاه پاسخ بدن با کدام زبان باشه سرود ملی این هدف عزیز که اگر واقعا همگرایی می بود و او طرف دیگم احساس میکرد که اینا با یک سینه باز اومدن میخوان که وحدت افغانستانه ضرور نیست که سوال انجام بدی حداقل همین موجودیت اقوام موجودیت زبان موجودیت از خودش بیانگر از است که اینمیا اصلیت از این خاک دارند بدون از یک سوال مطرح شود باید این نزاکت ها در نظر گرفته شود پس مسئله مصلحت را که یا یاد کردن و نباید امروز ما هم اینمو مصلحتی را که دمو کشور در حالت بحرانی قرار داشت و امروز این مصلحت ها را دور بانیم و در وضعیت کنونی بیایم این مسائل دامن بزنیم ببینیم امروز جناب وکیل صاحب که خود را نماینده مردم میگیرند و برایشان احترام دارم و تمام نماینده ها در کل امروز افغانستان یک وضعیت خیلی بدی قرار دارد حکمت ما قانونی نه به اشاره وکیل صاحب پارلمان ما قانونی نه سنای ما قانونی نه افغانای ما امروز جوانای ما جوانی که نو از پانتون فارغ میشه دسته دسته به طور دست جمعی به شهادت میرسن قربانی میشن قربانی اهدافشون پس بیاین اگر مسئله مصلحت باشه بیاین این مسئله را امروز دور بگذاریم و حزب ملت متحد افغانستان هم بینمی باور است که امروز چیزی که در قانون اساسی احترام بگذاریم بیاین این را هم امروز هم من حیث یک مصلحت بپذیریم امروز بیاین کشور ما این مسئله اول من خودم من حیث یک پشتون برات بگم که پشتون ما دمی شاعرای ما نویسنده ما داد از غیرت و غیور بودن تمام اقوام میزنه و از افغان میزنه در کل از کل افغانستان میزنه من حیث از این میشرمم این کلمات را میشنوم
چرا میشرمون؟ کشوری که گدایگر جامعه جهانی باشه، کشوری که خیرات خور باشه، کشوری که برادر به خون برادر تشنه است، دیگه دی کشور دیگه عزت در کجاست؟ اما نقطه که عزت میگیم چی است؟ آیا برادر کشی امروز عزت است؟ بیاین از این مسائل کوچک بگذرین، کشور از فقر، بیچارگی، دربدری، بی‌عزتی بکشیم. باز بیاین در این مسائل ببینیم. من براتون بسیار چی بگم، امروز مادر بدخشانی ما بی‌عزت است، مادر هلمندی ما بی‌عزت است، مادر بلخی ما بی‌عزت است، مادر کنری ما بی‌عزت است، در کل خواهر ما بی‌عزت است، برادر ما بی‌عزت میشه. بین این بحرانی که در داخل وجود داره، این بحران اگر مالش به مسئولین میگرده، اینه می گفتم پیشترم اشاره کردم که امروز یک پروژه خطرناکتری را میخواین از داعش و طالب، خطرناکتر میخواین که اختلاف قومی دامن بزنن. پس شما میگین این مسائل را امنیت اولویت بتن، امنیت را، اقتصاد را، فقر، بیچارگی را، دربدری را، بی‌عزتی را، تمام ازیا را بیان حل کنن. باز دو وقت اصلا اگر میخواین که ما پشتون نباشم، باز دو وقت قبول میکنم که ما پشتونم نمیباشم. اگر میخواین که هویت ما را یک چیز دیگر را، قانون را تعدیل کنه، هر آن چیزی را که در قانون اساسی پذیرفتن، ما باز براش احترام میگذارم. اما لطفا امروز دهی وضعیت کنونی کشور که همه دشمنی ما هست، همسایه ما دشمن، دشمن های داخلی داریم، جاسوس هست. اما اینا میگن موکلین ما فریاد میزنه، ما حرف دل خودمون را مطرح میکنم. ما برات یک چیز میگم، ما تضمین میکنم که موکل ای وکیل صاحب ای صدا را بلند نمیکنم. تشکر. ما رفته ببین اجازه برتون بده. ما زمانی که بدخشان میروم، زمانی که تخار میروم، کندوز میروم، قندار میروم، هرات میروم، در اینجا اقوام میبینیم در اطراف، در دهات، در دهکده های ما که در اونجا با مردم میشینم، ازبک، تاجک، هزاره، همه در یک فضای صمیمیت، دهقان ما، چوپان ما، در یک فضای صمیمیت و برادری و اخوت زندگی میکنن. اما تمام مشکلات که از اونجا بیرون میان، چند نفر جوان در سطح کشور میان این مسائل را دامن میزنن و اختلافات را میان اقوام میاندازن و این تفرقه قوانی باعث از این میشه که برن به کشور. خیلی ممنون جناب وکیل صاحب. اول شما 83 رأی که با افتخار گفتید اکثریت هستید، شما انتصابی هستید، وکیل نیستید و به زمینا از موکلین نمایندگی نمی کنید. دوم، اصلا صدای موکلین تا نیست، این صدای تفرقه افکنانه خودتان است. موکلین تا نه، البته خود ازیان در کل یک چند نفر حلقات در بدترین شرایط افغانستان مردمش قرار داره. امیال مردم دنبال از ایست که یک لقمنان از کجا با یک فکر آرام پیدا بکنه. او کسی که دنبال یک لقمنان است، او اصلا دنبال هیچ چیزم شاید نباشه. اما کسایی هستن که این اختلاف دامن میزنن. من ای را تو میگم که وحدت ملی را کی حکومت مسئولیتش است که باید گام های را برداره که احساسات مردمش را خدشدار نسازن. در آوردن کلمه افغان چه نیازی است که بر آیدی کارت های داخلی که ما مصرفش بارها تکرار کردم، باز هم بگم مصرف داخلی داریم، وقتی که در بالا نوشته شده جمهوری اسلامی افغانستان، این کفایت میکنه. ما که در یک کشور دیگر از این استفاده نمیکنیم. ما مثلا در این کشور گروه از کشور طبیعی کشورهای دیگه در اینجا وجود نداره که تفکیک بکنیم، بگیم تو خو افغان، تو این طرف افغان باشی، مثلا پاکستانی باشه و ایرانی باشه. درست. ما همه در زیر یک بیرد در یک جای زندگی میکنیم. ضرورت به همچو واجهی نداره و ایران میفهمند که آوردن چنین واجهی باعث نگرانی دیگر اقوام میشه و باعث اختلافات میشه. تشکر جناب وکیل. که بعد امو کار انجام نتن که احساسات دیگر را. درست. جناب بشار ملصب، شما فرمودید که این 83 رأی، چون اینا گفتن 83 رأی مخالف بود، 35 رأی تایید، درست؟ شما گفتید این 83 نفر انتصابی است، گفتید نگفتید؟ در کل امروز بعد از 2 سال انتصابی هستن. این را بگم به شکل انتصابی ببینید. ما پیش شما پس میاییم. قانونی که قانونی که از نظر قانونیش، از نظر پروسه قانونگذاریش مشکل داشته باشه، یک از مردم در رابطه با او قانون سوال داشته باشه، ولو که حکومت صد بار آمادگی بگیره، مردم حاضر نیست که چنین قانونی را
هم از نظر قانونی مشکل داشته باشه و هم از نظر تکنیکی مشکل داشته باشه، چون قانون رو بپذیره و حاضر باشن به او قانون سر پس توضیح نخواهد شد. من مطمئن هستم نه تنها توضیح نمیشه که به توضیح کردم نمیتواند حکومت. تشکر جناب بشرمل، دورنمای شما چی است؟ اینا که گفتن که توضیح نه تنها نمیشه بلکه حکومت نمیتواند توضیح کنه، پس چه باید شد؟ در کل مسئله 80 و چند وکیل مخالف ببینین، یک کمیسیون رد کرد، یک مجلس رد کرد و مجلس دیگری هم تایید کرد و در کل کمیته مشترکی که آمد در اینجا تفاهم صورت گرفته و نتیجه نهاییش را اعلان کرده و حکومت هم با تمام آمادگی که داره میخوان که به این هفته توزیع را آغاز کنند. ولی اینا میگن که نمیشه، حکومت نمیتونه. خواهیات به دیدگاه وکیل صاحب احترام داره، باز ای جناب وکیل صاحب و ای هم بیننده ها. خیلی ممنون از شما بشیر احمد بشرمل، رئیس دبیرخانه حزب ملت متحد افغانستان و دکتر ظهیر سعادت، نماینده مردم در مجلس نمایندگان، از حضورتان در این بحث و سپاس و امتنان بی‌نهایت هم از شما که مهرورزانه بیننده این بحث بودید. تا درود و دیدار فردا، شب و روز به کام و مرادتان باد.